حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای قاضیان، راجع به موضوعات مختلف، خب تفاوت فکری در جوامع مختلف وجود داره، اما در این مورد مشخص، در مورد درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، خیلی ما اون چند قطبی که سالهاست کارشناسان و جامعه شناسانی مثل شما دربارش حرف میزنن نمود پیدا میکنه. عده‌ای حتی حامی این هستند که اسرائیل به نقاطی در داخل خاک ایران حمله بکنه، عده‌ای نگران جنگند و از هر طیف هم هستن، هم حامی میان حکومت هم مخالفان حکومت. بله، همینطور که گفتید و دلیلش هم شاید این باشه که توی این موقعیت احساسات و هیجانات خیلی رشد میکنه و ما در یه فضای فوق‌العاده هیجانی احساسی قرار میگیریم. در چه حتی کسانی که از این صحنه ها غایب هستن این روزها میان توی این صحنه احساسات، برای اینکه بخشی از این احساسات و هیجانات با زندگیشون ارتباط داره، نگرانن که چی میشه، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، وضع زندگی اونا به چه صورت در میاد. بنابراین همه به یک معنی درگیر میشن و اندازه کلی احساسات و هیجانات بالا میره، سخن و حرف و حدیث و اینها هم طبیعتاً غلبه میکنه. ولی توی همین آشفتگی احساسات، بر آشفتگی احساسات چند گروه قابل تشخیصن. اونایی که این احساساتشون ناشی از ارزش‌ها و مواضع سیاسیشونه، مثلا با نظام سیاسی و حاکمان مخالفن، میخوان سر به تن اونا نباشه، بنابراین از دشمنی که تلاش میکنه این سر رو از تن اونا جدا کنه موافقن. به این ترتیب مخالفان جمهوری اسلامی در اینجا بخششون تبدیل میشن به مثلا دوستان اسرائیل و این عشق رو اونجا ابراز میکنن. سمت دیگه هم هست، اونایی که پای این نظام ایستادن و عشاق حاکمان و حکومت هستن، اونا هم فکر میکنن این دشمن میخواد که این رژیم رو بر بیاندازه، بنابراین با اون دشمن از در نفرت و خصومت در میان. این دو گروه کاملا صدای بلندی دارن و اغلب صدایی که ما میشنویم از این قبیله. مثلا شما الان صدای مخالفان جمهوری اسلامی و عاشقان اسرائیل رو بعضا منعکس کردید، در ایران رسانه‌های رسمی رو که نگاه کنید دارن مخالفان اسرائیل و عشاق حکومت رو دارن نشون میدن. ولی غیر از این دو گروه اصلی، گروه‌های دیگری هم هستن که صدای کمتری دارن ولی تو این موقع احساساتشون به میدون میاد. اونا کسایی هستن که صرف نظر از حکومتی که الان بر سر کاره، فکر میکنن که ایران نباید اینقدر مفلوک و بیچاره باشه، باید از خودش یه جنمی نشون بده، یه قدرتی نشون بده. اونا اون ایده عظمت ایران که ایده تاریخی بوده هنوز پشت ذهن عواطفشون زنده است و وقتی احساس میکنن که حالا ایران مثلا در اینجا به قدرت نظامی بزرگی مثل اسرائیل حمله کرده، اون احساس عظمت خواهیشون یه مقدار تشدید پیدا میکنه و خوششون میاد. از این هم البته نگذاریم که در ایران مخالفت با یهودیان و اسرائیل سابقه دیرینه داره و برخی هنوز از این احساس ضد یهودی بودن و حتی ضد اسرائیلی بودن که حکومت میخواد یه جوری بیانش کنه حمایت میکنن. اونا هم یه گروه دیگری هستن. برخی از مردم هم هستن که اساساً کاری به این چیزا ندارن و همونطور گفتم نگران زندگی و آینده هستن، به ویژه خانواده‌هایی که فرزندانی دارن و فکر میکنن چه بر سر این اوضاع خواهد اومد. همین الان در صدای شهروندان هم شنیدیم بسیاری نگران بودن. اما آقای قاضیان، اگه خیلی کوتاه بخوایم بگین راجع به رابطه حکومت با مردم، از چنین تنشی چه میشه دریافت؟ خیلی مشخصه که حکومت نتونسته اکثریت مردم راضی نگه داره و بلکه با اقلیتی داره کار میکنه و این اقلیت پشت این ایده های حکومت ایستادن، این هم در واقع پاسخی است به اون اقلیت. ولی خب مردم خودشونو در اینجا احساس مشارکتی نمیکنن، نه در کارهایی که حکومت میکنه، نه در اینکه احساس کنن حکومت حرف اونها رو جدی میگیره و به احساسات و تمایلات و خواسته های اونها توجه میکنه. بنابراین خودشون از این بازی غایب میتونن. این نفرتی که علیه حکومت شکل میگیرن بخشش از همینجاست، چون اونا احساس میکنن در کنترلی برای زندگی خودشون ندارن و در این اوضاع تنها موندن. سپاسگزارم از شما حسین قاضیان، جامعه شناس که از واشنگتن ما را همراهی کردند.